سرخط خبرها، روزنامه تایمز ایران به عضویت باشگاه دیکتاتورها در می آید. ضرر 1100 دلاری ایران در ثانیه به خاطر امضا نشدن برجام. بلینکن پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا رسیدن به توافق اتمی را نامحتمل می کند. و کاهش درگیری مرزی باکو و ایروان، کشته شدن 49 سرباز ارمنستانی. مشروع اخبار. روزنامه تایمز ایران به عضویت باشگاه دیکتاتورها در می آید. روزنامه تایمز بریتانیا در مقاله‌ای به بررسی تلاش‌های روسیه و چین برای پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای پرداخته و نوشته رهبران مستبد جهان تلاش می‌کنند ایران را به عضویت باشگاه دیکتاتورها درآورند. به گفته این روزنامه، امروزه احساس پیروزی غرب در دوران پس از جنگ سرد، یعنی زمانی که فرانسیس فوکویاما پایان تاریخ و پیروزی دموکراسی لیبرال بر انواع دیگر حکومت‌ها را اعلام کرد، خاطره دور به نظر می‌رسد. نظم ژئوپلیتیکی جهان در نوسان است. جنگ در اروپا بیداد می‌کند و باشگاه دیکتاتورها در حال ظهور است تا نظم جهانی غرب محور را به چالش بکشد. در مقاله آمده است علاوه بر رژیم ایران، یک کشور استبدادی دیگر یعنی بلاروس نیز احتمالاً به زودی از مقام ناظر به عضویت کامل سازمان شانگهای ارتقا خواهد یافت. گفته می شود ترکیه که از اعضای ناتو که در حال حاضر یکی از شرکای گفتگوی سازمان است نیز برای عضویت در سازمان شانگهای درخواست داده است. ضرر 1100 دلاری ایران در ثانیه به خاطر امضا نشدن برجام. به گزارش اسپوتنیک، به نقل از اعتماد ملی، ماجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص دریافت مالیات از حساب‌هایی که بالای 35 میلیون تومان گردش مالی داشته باشد یا در ماه بیش از 100 تراکنش داشته باشند، از آن دست موضوعاتی است که بررسی آن تصویری شفاف از واقعیت اقتصاد ایران نمایان می‌کند. واقعیتی شفاف از یک اقتصاد تحریمی و رکود زده که به سبک اقتصادهای توسعه یافته از مردم مالیات میگیرد، اما به شکل و شمایل کشورهای فقیر به آنها خدمات ارائه میکند. ایران معادل 1100 دلار در هر ثانیه عدم و نفع صادراتی است که ایران باید از نفت می‌داشت، اما به دلیل تحریم‌ها از آن محروم مانده است. یعنی در هر ثانیه ایران حداقل 1100 دلار در اثر تأخیر در امضای برجام ضرر می‌کند. توجه کنید این رقم فقط در خصوص نقدینگی است و سایر زیان‌های ایران در حوزه‌های دیگر نیز وجود دارد. بلینکن پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا رسیدن به توافق اتمی را نامحتمل می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که پاسخ‌های ایران به پیشنهاد اروپا برای احیای برجام غیر سازنده است. بلینکن شامگاه دوشنبه 21 شهریور در مکسیکو سیتی، پایتخت مکزیک، تاکید کرد پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا احتمال توافق برای احیای برجام در کوتاه مدت را نامحتمل کرده است. بیشتر کاخ سفید از آمادگی دولت بایدن برای هر دو سناریوی موفقیت یا شکست مذاکرات اتمی خبر داده بود. وزیر خارجه آمریکا افزود در مذاکرات به طور جدی خواستار عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بودیم و این هدف اصلی ما از انجام مذاکرات است. او با اشاره به بیانیه اخیر ترویکای اروپایی درباره رفتار غیرسازنده ایران در مذاکرات اتمی اظهار داشت که ایران یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند آنچه را که برای دستیابی به توافق لازم است انجام دهد. کاهش درگیری مرزی باکو و ایروان، کشته شدن 49 سرباز ارمنستانی. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با اشاره به کاهش شدت درگیری مرزی میان نیروهای کشورش با ارتش آذربایجان از کشته شدن 49 سرباز ارمنستانی خبر داد. رسانه‌های محلی ارمنستان پس از درگیری مرزی شدید صبح سه‌شنبه 22 شهریور میان ارتش آذربایجان و ارمنستان از توافق آتش‌بس میان دو کشور خبر دادند. وزارت دفاع ارمنستان هم در بیانیه اعلام کرد سحرگاه سه‌شنبه جمهوری آذربایجان با توپخانه، سلاح‌های سنگین و پهپاد مواضع نظامی ارمنستان در شهرهای گوریس، سوتاک و جرموک را هدف قرار داد.